خیلی مشکل بود براشون در مقصود و برش خواستم این جمعه حفظ بکنه. اجازه میخوام اینجا یه توضیح بدم راجع به یک مطلبی که کاملا مربوط به این جریان و شاید تمام قسمت‌های دیگه زندگی ما میشه. معمولا هر تحرکی دو بخش داره، هر انقلابی دو بخش داره، هر چیز جدیدی دو بخش داره، یکی نهضت و حرکت و یکی نظام و سازمان. حالا اینا چیه؟ این اصطلاحات قلمبه سلمبه چیه؟ که دیگه ما معادل لاتینش هم ننوشتیم. نهضت و حرکت آغاز جوششه. به دلایلی میخوایم از این موقعیت فعلی نجات پیدا کنیم، به یک موقعیت بهتر، بدتر، عالیتر برسیم. به این دلیل که فکر ما این موقعیت رو قبول نمی‌کنه. به این دلیل که ما نمیتونیم این غربت خاک رو تحمل کنیم. به این دلیل که نمیتونیم جامعه خودمون رو تحمل کنیم. میام شروع میکنیم برای یک انقلاب، برای یک دگرگونی، برای ایجاد یک تحول که ما رو نجات بده از این غربت، از این تنهایی و از این افکاری که برامون ایجاد شده، افکار سکون. نهضت و حرکت ایجاد میشه رودخونه. یه رودخونه آبش آب پاکی. یعنی هر کی وارد این نهضت و حرکت بشه به دلیل اینکه کاملا داره حرکت میکنه و دائما در حال حرکته، مطمئنا به راه کج نمیفته. چون حرکت مساوی رو کمال پیدا کرده. اینجا جلوی این حرکت بعضی وقتا یه سد خیلی بزرگ زده میشه، از جمله نظام و سازمان. حرکت وقتی به یک جایی میرسه، به نهایت قدرت خودش میرسه، وقتی یه رودخونه میبینن آب خیلی خوبی داره، میارن جلویش سد بزنن از بعدش استفاده کنن. ولی اگر نتونن اصولی این کار رو انجام بدن، تبدیل به مرداب میشه، جریان ازش گرفته میشه. و انقلابات بسیاری در دنیا از گذشته تا حال وجود داشتن که به دلیل اینکه فاکتور حرکت و پویایی ازش گرفته شده، کم کم تبدیل به مرداب شده یا میشه. این فاکتور فاکتوری که همیشه باید وجود داشته باشه. اون موقع شرایطی رو ایجاد کرده بودن، اون موقع دوران حکومت تشیع صفوی. حالا تشیع صفوی چیه؟ یک تبدیلی از تشیع شیعه. تشیع صفوی یک جایی بود که یک قدرتی اومد به اسم اسلام، شروع کرد حکومت کردن بر مردم و استثمار مردم به اسم دین. این تشیع صفوی بود. اومدن چیزی به اسم عرفان ایجاد کردن و این عرفان مثل بسیاری از راه‌های دیگه یه جایی به بنبست بود و اون وقتی بود که دچار نظام و سازمان شد. الان وقتی ما میگیم عرفان سرابه، به این دلیله که میبینیم مرید، مرشد، نمیدونم خانقاه، رهبر و من یه چیزایی در مورد شیعه‌اش کردم که دقیقاً عرفانی الان دارن تبعیت میکنن ازش. طبقاتی که دارن شیخ، مرید، قطب، بدیل، رئیس و مدیر کل. در حال حاضر یک همچین سیر رو دارن طی میکنن و برای خودشون کارت شناسایی، لباس اونیفرم مشخص، بعدهای مشخص، نمیدونم و ساختمان و سازمان و فلان اینجور مسئله دارن که با اون اندیشه تحرک و پویایی داره دیگه نمیخونه. یک عده اینو میرسن به بالا، یکی میاد بالا مسیر عرفان حرکت میکنه، میاد میرسه به یه جایی، میرسه به قله، اسم خودش میذاره مثلا رهبر عرفا، بعد مدیر کل، بعد نمیدونم فلان، بعد فلان. و به همین صورت طبقه بندی کردن خودشون. این طبقه بندی باعث شده که زیردستی ها همیشه زیردست خودشون نگه دارن.